شکی نیست که ما در محاصره فتنه ها قرار داریم، چون انسان زنده از فتنه ها در امان نیست. آنچه که پیامبر من صلی الله علیه و سلم خبر داده است، فتنه در مال، فتنه در جان، فتنه در اولاد، اما خطرناکترین فتنه، فتنه در عقیده و ایمان است. و من و شما در حساس ترین لحظات تاریخ زندگی می کنیم. بسیاری از ما، هیچ کدام ما و شاید بسیاری از ما، هیچ دست من با خونی آلوده نیست، در هیچ جبهه‌ای هم شرکت نداریم، در طرف هیچ جناحی هم نیستیم، در خانه های من نشسته ایم، ولی اما عقیده و باورها خرابند. اینجاست که خطر این وجود دارد که خاتمه من و شما به خیر نباشد. اینجاست که باورها و اعتقاد و ایمانت در خطر است. من یک چیزی را که بسیار جالب است خدمت شما عرض می کنم، راوی حضرت انس است. انس می گوید رضی الله عنه، من بسیار اوقات از رسول خدا می شنیدم که می گفت یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، ای گرداننده و چرخاننده قلبها، قلب من را ثابت بگردن بر دینت. معرض کردم یا رسول الله، شما بر ما احساس خطر میکنید؟ شما خاتم الانبیا هستین، تقاضا دارین که پروردگارا مرا ثابت قدم بگردان بر دینت؟ شما معصوم، شما محمد رسول الله، شما هم این احساس خطر را دارین یا رسول الله صلوات الله علیه مجمعین؟ سبحان الله. فرمودن نعم بله، إن القلوب بين أصبعين من أسابع الله يقلبها كيف يشاء. چون قلبها در میان دو انگشت رب العالمين قرار دارن، هر قسم که بخواهد ان را میچرخاند. و بعد او حدیث معروف را که شما همیشه شنیدین که پیامبر فرمودن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. این حدیث اینقدر خطرناک است، اینقدر خطرناک است، هشدار میدهد. فاصله ایمان و کفر به 12 ساعت میرسد، صبح و شب. بسیار جالب است، هشدار میدهد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مسلمان است و شب کافر. او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یا شب مسلمان است و صبح کافر. یبیع دینه بعرض من الدنیا، دینش را با کالای چندی از دنیا می فروشد. بناهن عزیزان، به کسی می گویم که دنبال قدرت و ریاست و مال و ثروت است، اگر برای دیگران وفا می کرد، والله امروز به تو نمی رسید و باقی می ماندن بر قدرت هایشان. الله ما را برای عبادت و بندگی آفریده است. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه برای عبادت آفریدم. همه ما باید بدانیم که روزی ما را بالای شانها حمل می کنند و تک و تنها ما را در قبر تنگ و تاریک می مانند. و بعد از من و شما پرسان می شود، کل من علیها فان، همه می میرند، علما می میرند، رؤسای جمهور می میرند، قدرتمندان می میرند، مالک دلار و دینار می میرد، همه ما می میریم. کجایند پادشاهان؟ کجایند آنانی که بر دیگران حکومت می کردند؟ کجایند پیامبران گذشته؟ کجاست محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله به پیامبر من می گوید انک میت و انهم میتون، تو هم می میرید پیامبر، و اینهایی که در اطراف تو هستن اینها هم میمیرند. هارون الرشید، ببینید صحبتم در مورد یک والی کدام شهر نیست، صحبتم در مورد یک رئیس جمهور کدام وطن نیست، کدام کشور، صحبتم در مورد کسی است که یک امتی را رهبری میکرد، کشورها را رهبری میکرد، مسلمانان تحت سلطه او بودن، همه آنها با یک اشاره او میچرخیدن و در گردش بودن.
این شخص مریض می شود، مریضی بر او تشدید می شود، مریض می شود. هارون الرشید برای علاجش اتباع حاضر می شوند، همه تلاش می کنند تا او را تداوی بکنند، اما تداوی اینها هیچ نتیجه نمی دهد. همه اینها یکی دیگر را نگاه می کنند ولی هیچ فایده ندارد. سبحان الله. چرا که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. چون وقتی که اراده او شود فقط میگوید کن فیکون، شو میشود، خلاص. همه از علاج هارون الرشید و از تداوی او عاجز ماندن. دستور داد تا قبری برایش حفر بکنن برای هارون الرشید. قبری را برایشان حفر کردن، دیدن که مردم در موردش گپ میزنن که هارون الرشید مریض شده است و شاید بمیرد. به خاطر که به مردم نشان بده که نخیر، هارون الرشید هنوزم قوی است، گفت مرکبی را بیاورین. مرکبی را آوردن تا سوار شود. همی هرچی که کوشش کرد نتوانست بر بالای مرکب سوار شود. فرمود انزلونی انزلونی هذا الموت، مرا پایین کنین، پایین کنین، این مرگ است، این مرگ است. سپس او را پایین می کند، می رود کنار قبر، گاهی به قبر نگاه می کند، گاهی به قصرهایش و تعمیرهایش، گاهی به قبر و تاریکی و تنگی قبر نگاه می کند، بعد به اولاد و فامیلش نگاه می کند، بعد به مال و سرمایهش نگاه می کند، و بعد لحظاتی شروع می کند به گریه کردن، و بعد به قبر تاریکش نگاه کرد و دستایش را بلند کرد و فرمود یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه. ای آن ذاتی که ملکش دائم است، رحم کن بر کسی که ملکش در حال رفتن است، پادشاهیش در حال رفتن است. بله عزیزان، بعد می میرد. نهایت هر مخلوق مردن است. بنابراین باید تقوا را در پیش گرفت. بسیاری از پادشاهان بودند که دنیا به یک انگشتشان میچرخید، اما نهایتشان هلاکت بود. بسیاری در آخرین لحظات عمرش آرزو میکردند که ای کاش کی رئیس نمیشدن، ای کاش کی رهبر نمیشدن، ای کاش کی فلان قدرت را به دست نمیگرفتن، ای کاش کی مسئولیت چند نفر را به دوش نمیگرفتن.